تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در زاهدان، همدردی مردم سنندج با خانواده زندانی سیاسی اعدام شده حبیب الله گلپریپور، تشدید تدابیر امنیتی رژیم آخوندی در سنندج از ترس اعتراضات مردمی، شکنجه زندانی سیاسی کرد رضا اسماعیلی قبل از اعدام، اعتراض دانشجویان خوابگاه کوی دانشگاه تهران، تجمع اعتراضی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم، اعتراض ساکنان منطقه المپیک در غرب تهران به جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای، تجمع اعتراضی صدها شیرازی در مخالفت با تجزیه استان هرمزگان، تجمع اعتراضی کارگران شرکت گلرنگ کرمانشاه، اعتراض مردم روستاهای اطراف شهر گهواره در کرمانشاه و اعدام یک زندانی جوان در گچساران. جمع کثیری از خانواده‌ها و بستگان اعدام شدگان به همراه مردم زاهدان روز یکشنبه 5 آبان در اعتراض به اعدام عزیزانشان، ابتدا در مقابل استانداری رژیم و سپس در مقابل دادستانی جنایتکار رژیم تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان برای برگزاری مراسم خاکسپاری شدند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی، خانواده‌های اعدام شدگان را محاصره کرده و مانع پیوستن مردم به آنها می‌شدند. محمد مرضیه، دادستان جنایتکار رژیم در زاهدان، به خانواده‌ها گفته است اعدام شدگان را به خاک سپردند و مراسم خاکسپاری انجام شده است. اما خانواده‌ها به او اعلام کرده‌اند تا زمانی که پیکر عزیزانمان را نگیریم از اینجا تکان نخواهیم خورد. دو تن از اعدام شدگان به نام‌های مهرالله ریگی و عبدالوهاب ریگی هنگام دستگیری 17 ساله بودند. بنا به گزارش‌های دریافتی، پدر ناظر ملازهی، یکی از 16 زندانی سیاسی که رژیم جنایتکار آخوندی به تلافی هلاکت پاسدارانش آنها را اعدام کرد، هنگامی که خبر حکم اعدام فرزندش را می‌شنود، فوت می‌کند. ناظر ملازهی 2 سال پیش به اتهام کشتن یکی از ماموران محلی اطلاعات رژیم آخوندی در پاکستان به همراه تعدادی از دوستانش دستگیر می شود. طی روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 آبان، اقشار مختلف مردم سنندج به منزل پدری حبیب الله گلپریپور مراجعه کردند و با خانواده وی اظهار همدردی کردند. مزدوران لباس شخصی تلاش کردند مردم را کنترل کنند و مانع از شکل گیری هر گونه حرکت اعتراضی شوند. زندانی سیاسی اعدام شده حبیب الله گلپریپور در سال 1388 به اتهام عضویت در پژاک بازداشت شده بود و یکی از اتهام‌های وی اقدام علیه امنیت عنوان شده بود. روز یکشنبه 5 آبان، نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم در وحشت از اعتراضات مردم به خاطر اعدام زندانیان سیاسی حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی در اکثر مناطق سنندج به حالت آماده باش در آمدند و در خیابان‌های اصلی این شهر مستقر شدند. بنا به این گزارش، مزدوران لباس شخصی نیز در داخل خودروها به صورت مخفیانه ترددات مردم سنندج را زیر نظر داشتند. من حبیب الله گلپریپور گیروی سیاسی کرد خلقی شهری سنه سالی 88 سال که از لگاه سرحلدانکان ایران به شهری محبت دستی هزکان سپای پستران ایران گیرم و به سرطه گیرم نوا و برای اشکنجه سخت هزکان سپای بوم ماوی 20 روزم لیه اماکین شهری محبت دست بسر کردم که ام مواب به هوی اشکنجه هزکان سپا دستولاق نوکاس لگا سرحلدانکان ایران به شهری محبت دستی هزکان سپا پستران ایران گیرم. زندانی سیاسی اعدام شده حبیب الله گلپریپور طی مصاحبه‌ای که در دوران زندان انجام داده به تشریح شکنجه‌های وحشیانه‌ای پرداخته که در زندان‌های مهاباد، ارومیه و سنندج متحمل شده بود. وی گفته است در سنندج به مدت 40 روز بی‌وقفه توسط ماموران اطلاعات آخوندها زیر شکنجه‌های وحشیانه بوده تا از او اعترافات دروغین بگیرند. این زندانی گفته است پس از اعتصاب‌های مستمر حتی یک بار دست به خودکشی زده است. حبیب الله گلپریپور در این مصاحبه گفته است برای همه آزادی‌خواهان کرد و به خصوص ایران آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم در ایران روزی فرا برسد که شکنجه و زندان را شاهد نباشیم. به امید آزادی برای همه آزادی‌خواهان.
زندانی سیاسی رضا اسماعیلی که روز شنبه در زندان شهرستان سلماس به دار آویخته شد، پیش از اجرای حکم اعدام مورد شکنجه دشخیمان رژیم آخوندی قرار گرفته بود. رضا اسماعیلی 34 ساله تیر ماه سال 88 توسط ماموران اطلاعات رژیم آخوندی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و همکاری با گروه پژاک به اعدام محکوم شده بود. از وضعیت زندانی سیاسی کرد نامق محمودی هیچ اطلاعی در دست نیست. این زندانی سیاسی از 15 روز پیش از سالن 12 زندان گوهردشت کرج به نقطه نامعلومی منتقل شده است. نامق محمودی 62 ساله 17 فروردین سال گذشته به همراه 3 فرزند خود توسط اطلاعات بدنام آخوندی بازداشت شد و در بند اطلاعات سنندج و سپس 209 زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان گوهردشت کرج منتقل گردید. جمعی از دانشجویان خوابگاه کوی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد شمالی روز یکشنبه 5 مهر ماه تجمع کردند و به وضعیت نابسامان خوابگاه و فرسوده بودن اتاقهای آن اعتراض کردند. طی روزهای اخیر سقف یکی از اتاقهای خوابگاه به علت فرسوده بودن ساختمان فرو ریخته بود که باعث مجروح شدن 2 دانشجو گردید. دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم به طرح ارتجایی تفکیک جنسیتی و دختران پسرانه کردن بوفه دانشگاه اعتراض کردند. آنها این اقدام را توهین به دانشجویان قلمداد کردند. جمعی از مردم منطقه پردیسان قم در مقابل شهرداری رژیم در این منطقه تجمع کردند و به وضعیت خراب جاده‌ها و مسیرهای تردد اعتراض کردند. مردم منطقه المپیک در غرب تهران به ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که برای جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای به خانه‌هایشان یورش بردند اعتراض کردند. صدها تن از مردم شیراز در آرامگاه سعدی تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با طرح رژیم آخوندی برای تجزیه هرمزگان اعلام کردند. روز دوشنبه 6 آبان ماه جاری جمعی از کارگران شرکت گلرنگ کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. روستاییان منطقه دالاهو در استان کرمانشاه در اعتراض به وضعیت جاده‌های روستایی با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان در مقابل فرمانداری رژیم در گهواره تجمع کردند. رژیم آخوندی 1 زندانی جوان را در محوطه زندان گچساران به دار آویخت. این اعدام روز شنبه اجرا شد.